La 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 la. آقا جون علیرضا این خوب بود، اما یکی دیگه بخون. باش گنجیش بالا، حالا نمیفهمم، فکر می‌کنم یه شعر دیگه. کفتر پایین لا 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 ای. خوبه آقا جون؟ اولیه خیلی خوب بود، اونو بخون. اینم همون دیگه. آقا جون هر موقع میره همون همه رو اسیر خودش میکنه. علیرضا. بله. تو آلمان که بودم یه گوشی داشتم، یه چیز توپی بود، بعد از اینا بود که چیز داشت، ایمیل داشت، بعد وصل میشد به اینترنت، اینجوری پیغام میفرستاده، عکس میگرفت. چه عکس ها اینجوری میگرفتیش قشنگ، حتی مدلی که میخواستی عکس میگرفتی، این پایینش عکس میومد. خیلی چیز توپی بود. این هم تقریبا کامله، گوشه کاملیه، همه چی هم داره، فقط عکس نمیگه. علیرضا پس این صابون چی شد؟ آقا جان صابون که بهتون دارم که پس بره هرچی میگردم بهدارتون نمی کنم. آقا جون، آقا جون شما خودت هم نشستین؟ آها، پیدا کردم. زیر این لیزه بود. بیا نگاه کن علیرضا. این عکس رو تو آلمان گرفتم، اونتا جایی که بودم خوب آنتن نمیداد. بیا ببین. نه. نگاه کن. چرا اینجوری افتاده؟ همون دیگه میگم، آنتن نمیداد اون جایی که بودم. در نمیاد. وگرنه دوربینش توف بوده. عیب شد، گوشی خوبی بود. خب یه دوربین عکاسی رو جای این موبایل میخریدی؟ دیوانه. بیا. چی؟ هیچ. علیرضا، علیرضا، یه آب چه سرد شد من. آقا جون، اون شیر آب سرد رو یه کم باز کنی. ببین، بزن. اینا آره آره، هم خوب الان؟ سرد نمیگم در این در رو بانه کن. حالا تو همون به خجالت میکشه. من که نگاه نمیکنم که. نه خب داری نگاه میکنی، میگه نگاه نمی کنم. بابا. الو، بله بفرمایید. سلام عرض کردم. بله درست گرفتید. خواهش میکنم. نخه ایشون نیستن. کیه؟ بله. ایشون هم هم هستن. بله نیستن. کیه؟ بله بله. من برادر بزرگشون هستم. فرهاد هستم. شاید بزرگترین برادر. نه هرزی چاقی رو یکی اونم قدر. بله ببخشید. ببخشید شما کیه؟ شما؟ گفت کیه؟ متوجه نمیشم. شما؟ بگو گفت کیه؟ شما؟ بله خواهش میکنم. برای چه امری؟ به بله خواهش میکنم، مبارکه. بله خواهش میکنم. برای آقازادتون. بله بله خواهش میکنم. البته ایشون نیستن. بله گلی نمیدونم که میاد. یه لحظه گوشی خدمتون. گلچری که میاد نمیدونم. بعد گلچری که میاد یکی دو ساعت دیگه پیداش. ببخشید یکی دو ساعت دیگه ایشون میاد، شما همون موقع تشریف بیارید. میتونم بپرسم کیه؟ خواهش میکنم. محکم میخوابونم. بله همون موقع تشریف میارن. شما یکی دو ساعت دیگه تشریف بیارید. بله خواهش میکنم. خداحافظ شما. خب سیاحت. خب من داشتم بگم کیه بگم. علیرضا یه صابون دیگه بیار. این صابون ریز کنم بودی. الان میارم. سلام. سلام. علیرضا. علیرضا بیا دستم بگی خسته شدم. بودم باید آواز میخوندم، نه کاری، نه زندگی، نه کمکی. بخون آواز بخون. خب آخه نمیدونی آواز برای چیه. یه خبر خیلی خوب برات دارم. چی؟ چی زنگ زد؟ خانم ساجدی زنگ زد. خانم ساجدی؟ همون ساجدی.
گفتش که ما میخوایم بیاید. گفتم خواهش میکنم خیلی خوش اومدید. اتفاقا گلی منتظر همچین روزی بود، مدت‌ها نشسته بود برای همین قضیه. بعد گفتش که ما یکی از مشتریای محل کارشون هستیم. گفتم که خیلی خوش اومدید، حتما خوشحال میشه. البته من براش توضیح دادم که گفتم که خواهر من الان داره درس میخونه و اصلا نمیتونه ازدواج کنه، و اینکه گفتش که گفتم که مشکل روحی داره. اون چیه درسه؟ کلم. آها، برای سالاد امروز گرفتی؟ نه، استفاده های دیگه هم میشه ازش کرد. مثلا خیلی لوسی فرامد، واسه چی گفتی بیا مثله؟ تو چرا اومدی؟ تو خونه آدم همون درست من دستک برم. سلام. میگم بار بیرون. آقا جون بیا. پس تو مرک من رو میگم برم. خوب فرمه اول آقا جون بودن. شما واقعا یعنی خیلی آخه خیلی خیلی بله خیلی خیلی شبیه اون خدا بیامرزید. بابا اینه که صد دفعه گفتی. مامان داشتم چی میگفتم؟ پسر من بعد از مرگ باباش کار اون خدا بیامرز رو ادامه داد، یعنی رفت تو خرید فروش ارز و دیگه یه صرافی هم از خودش داره، دو نفش. البته کوچه چی؟ صفا. اتفاقا چند وقتی هم هست که کارمون رونق بیشتری پیدا کرده. خیلی متشکرم. ببخشید قربون دختر گلم برم. آقا جون حتی بوی مامان گلنثارم میده. آها داشتم چی میگفتم؟ یاورمون دو تا بچه داره که انشالله اگه عروسی سر بگیره گلی جونم سایه سر بچه ها میشه و منم تربیتشونو با عهده میگیرم. بله، البته در مورد بچه ها مادرم خدمتون یک مسائلی رو گفتن. اکبر و میثاق بزرگ شدن، مدرسه میرن، از آب و گل در اومدن، ولی مژگان تازه 6 سالش شده. آقا از کردم مژگان تازه 6 سالش شده و هم احتیاج به شما همین الان گفتید دو تا بچه داری. مامانتون گفتن دو تا. بله گفتن دو تا. سه تا. حالا دو تا با سه تا چه فرقی میکنه؟ اصل اینه که شما دو تا هم دیگه رو بپسندین و زندگی کنید. مامان نگاه کنید، از اول با دروغ نباید رفت جلو، باید همه چی راستشو گفت. حالا من یه مژگان عقلم انداختم، آسمون که به زمین نرسیده که. تو هم با اون زن گرفتن 4 سال زنداری کردی، 3 تا بچه پشت سر هم درست کردی. دست دهنه، دست تو درو. خب حرفا رو همینجا خاتمه بدید. اجازه بدید که این حرفا رو اینجا خاتمه بدیم و این شباهت مادر جان به گلنسا خانوم هم به فال نیش بگیریم. خب مبارکه، حالا دهنه تو شیرین کنید. نه میلنه برمی یه دونه من مبارکتون باشه. یه یکی دیگه یعنی اینقدر شباهت ممکنه؟ شما گفتید که خواهری به نام گلنسا نداشت. آه نه چیه؟ آقا چیه گریه میکنی؟ شما ببینید چقدر شبیه آخه اصلا مو نمیذاره نگاه کنید. آقا جون ببینید، آقا جون بگی، شما بگی چقدر شبیه مامان گلنزار.
خب شلوغش نکن، گریه نکن شده دیگه، تصادف شباهت دیگه. آخه اینقدر گریم برایشون خوب نیست ها، یه آب قندی، یه چیزی. شما بلان زوده واسه این جوش زدن ها. ای بابا مگه میذارم دخترم اینقدر گریه نکنه، عیب نداره عزیزم. سلام آقا، معذرت میخوام، دو ساعت معطل شدم، این چرخ عقب دو چرخم پنچر شد، دو ساعت آقا برم درد سر درست کرد. نصرت خان آقا. سلام گلنسا خانم، خوابمونم قاطی پاتی شده، تو هم رفته. کجا میری؟ بیا میواره بردار، کارا چیه میکنی؟ آقا تو خواب که کسی میوه نمیخوره، صبح زود انشالله با هم میخوریم. چایتون رو بفرمید ببخشید. چش میخورم از این چهره برات آب قند آوردم دیگه، گریه نکن. خیلی خوب بذارش برو به تمک، ولش کن. ماما مامان برو کنم. یه بسه دیگه، کنار مامان من. به کارت بگیر، مامان من به کارت. آروم مامان بشه، آروم سر آروم سیبیلر دیگه. الو؟ بله بله، چطوری عزیزم؟ عزیزم قربونش برم موبایلم. آره آره بله. خب بچه های عزیزم قربونتون برم، خیلی خوشحال شدم. خیلی خوش اومدی. خیلی راستی گلی جون، تا یادم نرفته، ببین خوب فکراتو بکن عزیزم، بعدا تصمیمتو بگی به من خبر بده، زیادم راجع به یاور ناراحت نباش، اون مثل موم تو دست من و توه. خب تو چرا اینطوری میکنی بابا؟ ببخشید بو میدین شما. ای فرامرز، بوی مامانم رو میدین. آخه ببخشید، این بابا جون بوی عطره که از فرانسه برام فرسته. بو زیره نیست؟ فرامرز مامان زیره پاک میکرد. خیلی خوش آمدی. بعد ناراحت میشه. خوش آمدی. خیلی شبیه، خیلی شبیه. ببخشید خانم ساجدی، جان دلم، می‌خواستم ازتون خواهش کنم حتی اگر این وسطم سر نگرفت، تو رو خدا بیاین بازم ببینیمتون، دلم بله، براتون تنگ میشه. بله. آخه گلی جون اگه این وسط سر نگیره من نمیتونم اینجا بمونم، باید برم فرانسه پیش دخترم. یعنی اگر ایشون ازدواج نکنن برای همیشه از ایران میری؟ بله همیشه میرم. بله بله. ها تویی؟ افی جون چطوری؟ قربونت برم. آره بابا هنوز تهرونم. وای نمیدونی چه هوای کثیفیه. به خاطر سرب، بگین سرب زیاده. آها میگن اینقدر سرب زیاده آدم نمیتونه نفس بکشه. بله بله. آره آره عزیزم. آخه ببین حتی خدافظی کردنش هم بین مامان گل نیست. گلی من اصلا نمیتونم نگاه کنم. باشه باشه. آخه تو هم. آره آفتاب شدیده، اصلا نمیشه نگاه کنم. خیلی آقا یاور خدافظ. خدافظ از طرف منم از گلچهره خانم خدافظی کنید. با من قربونت برم جونم. آره آره ببین بذار من این پسره رو سر سامونش بدم، حالا میام دیگه. باشه اوکی اوکی اوکی، بای دارلینگ بای.
ای چی آقا اینجوری من نگاه میکنی؟ مگه آدم ندیدی مادر؟ بیا بیا عزیزم، بیا 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 این 1000 تومنه بگی، بیا بیا این پولو بگی، برو در ببند. بودو بلش کن، بیا بریم. بودو پسرم، دیر شد. بودو بریم عزیزم. سلام علی رضا خان، حالت چطوره؟ میکاری؟ اون گلنسا بود. آره خوابی؟ یعنی خواب ببینی؟ تو آمدی تو خواب ما؟ نه خواب نبودم. چیه؟ این همه خوابه؟ خواب ببینی، بله بله. خب بگی نه از اول. بیا یه دور بزنی. من چه زود خوابم گرفت، کلی کار داشتم. سوار شو، حالا کجا میخوای بری؟ میخوام برم خونه. اون که با نیم سوته. یه کجا؟ بله یا کجا؟ هر جا بخوای میتونی بری؟ هر جا واسه سوت. کشورهای خارجی هم میشه رفت. دو سوت حالا مینی میرفت اونجا. آره. ببین چیز هم میشه رفت. کجا؟ نه 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 چی نمیکایی؟ بریم اونجا. نه نمیشه، نه اونجا... این نمیشه، چه خوابیه این. نه 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 نمیشه اونجا. حالا سوار شو بریم، شاید یک کارش کردن. سوار شو رفتیم. چی؟ میخوای جواب مثبت بدی؟ چرا جلو آقا جون نگفتی؟ اوه با تو هم. خب چه میدونم روم نشد؟ بابا داره شوخی میکنم. نه اصلا هم شوخی نمی کنم، من همه فکرامو کردم، تازه شما هم باید کمکم کنی. من معذرت میخوام دیگه، همه یه مقدار دیگه کم داره. میبینی فرامرز؟ راست میگه دیگه، کم داری. فرامرز میبینی چی میگن؟ گوش به حرف اینا نده، اینا بی خود میگن. ببین گلی جان، منگل بیمه، خب حواست باشه دیگه، میخوای شوهر کنی، نمیخوای که مامان بازی کنی. شما هم نخندی دیگه، دارم جدی صحبت میکنی. ها میخوای مامان بازی کنی؟ نه من هم میخوام. ببین من اصلا به اون یاور یاروه کی، به اون اصلا کاری ندارم. من فقط میخوام ببینم این بهترین راه، مگه بهترین راه نیست برای که ما مامان گلنسا رو ببینیم؟ بهترین راهه. آره راست میگه، راست میگه. چی میگی بابا؟ چرا؟ ببین پیشنهاد خوبی ده، اکبرشون رو تو بزرگ کن، بعد مشکان رو میدیم به طلعت، اینا بزرگ کنن، میمونه این بچه میساق. میساق هم تو بزرگ کن دیگه. دوتا شد منونه، حالا یه کارش میشه. آره میشه، دوتا رو کنارم. آره بسید که شما نمیدونین درد بی مادری چقدر سخته. چرا؟ چرا؟ خوبم میدونی. نه نمیدونین، اصلا خب دختر نیستین دیگه، نبایدم بفهمین این چیزا رو. بالاخره کمکم میکنین یا نه؟ من که اصلا. فرهاد بگیر دیگه. حالا چرا من؟ حرف نزن دیگه فرهاد، خودت گفتی بیان، خودت هم باید شما رو بگیری درستش کنی. آره ولی اگه بفهمن خیلی. ای فرهاد خب شماره رو بگیر دیگه. باش میگم که شماره آخر چند بود؟ آخرش 92. باریکلا خوب یادته. شماره تو بگیر. میگه که در دسترس نیست. من بشنم. نه میگه بشنم. در... گفت در دسترس نیست. خب بده من. گفت در دسترس نیست. ببین تو که میخوای ازدواج کنی، تو اصلا گرفتی اون شماره آخری که همت گفتم؟ بله گرفتم. مطمئنی دیگه؟ آره 92 دو بود گرفتم، گفت در دسترس نیست. بعد حالا باز من شماره رو میگیرم. ببین من به عنوان برادر بزرگتر، به عنوان کسی که بالاخره سالها کشورهای خارجی رو گشته، دور دنیا رو گشته، میخوام این نصیحت رو بهت بکنم که سعی کن همیشه 10 سال جلوتر از زندگی تو ببینی. و اینکه بهترین کار. الو الو سلام عرض کردم خانم استاجدی. میگه بله اشتباه گرفتم. میگه میگه اشتباه گرفتم. بده من ببینم. خودم جواب میدم. الو بنظر اشتباه نگرفتم. بله حال شما خوبه؟ خوبی؟ بله آقا یاور خوبن؟ بله بله بله
مبارکه؟ بده من باشتا بیرم چی مبارکه؟ الو سلام، خوبین مامان؟ بله ممنون خوبن. بله شما صاحب اختیارین. آقا جون بله. اصلا ببین نصرت خان، هرچی قسمت باشه همون میشه. کی فکر میکرد که پسر من بعد از یک ازدواج ناموفق بس چای من رو نیست، یه دختر گلی مثل گلچهره شما قسمتش بشه؟ مامان بس کنید، چند بار بهتون بگم بعد راستشو گفت؟ خوبه نصرت خان، حقیقتش اینه که اگر گلچهره خانم افتخار بدن و منو قبول کنن، این ازدواج میشه ازدواج چهارم من. من اعتقادم اینه که آدم باید با خانمش رو راست باشه، با صداقت باشه. یعنی شما سه دفعه دیگه هم زن گرفتید؟ مگه اشکالی داره چه یه زن چه شش تا زن؟ برای شما مگه مشکلی پیش میاره؟ بله مشکلی، سر تا پاش مشکله. چه مشکلی براتون پیش میاره؟ ببین فرهاد، من تصمیم خودم رو گرفتم دیگه، هم برام هیچ چی مهم نیستش. فهمیدی؟ هیچ چی دیگه برام مهم نیست. بابا من میگم دارم خواب میبینم، خوابم بیدار نیست. شما میگی نه بیداری. آقا برو بیرون، میخوایم حرف بزنیم. حالا که بحث به اینجا کشید بهتون بگم، خیالتون راحت کنم، ما رسممون اینه که بیشتر از 6 تا سکه مهر عروسمون نمی کنیم. بابا من میگم خواب دارم میبینم، شما میگی نه خواب نمیبینی بیداری. بابا برو بیرون، میخوام صحبتمو بکنم. ولی در ضمن عروسمون رو سرمون جا میدیم. هرچی مامان بگم. در ضمن بهتونم بگم موقعی که عروسی میکنین باید بیاین پیش خودم زندگی کنین، وگرنه من نمیذارم اصلا یه عروسی سر بگیره. مامان من از خدامه که با شما زندگی کنم و پیشتون باشم. خدا تو بست. من میگم که یه پیشنهاد دارم. بفرمایید. میگم که اگه قبول کنید من به همراه برادرانم یکی 7-8 به این آقا یاورتون کولی بدیم تو حیات. خوبه؟ اگه رسمتون اجازه میده خجالت نکشید بیاید، من که آمادم الان. اگه گلچهره اجازه میده من حرفی ندارم. بس بابا جمع کنی، اگه گلچهره اجازه میده من حرفی ندارم. آقا جو من فکرامو کردم دیگه، هیچی برام مهم نیستش. زشت اینجوری نگین. حالا که بحث به اینجا رسید خیالتون راحت کنم، ما تو فامیلمون رسم نداریم جشن عروسی بگیریم. یاور اون دو سه تا زنم که گرفت برد محضر، یه عقد مختصری کرد و با هم رفتن خونه. چه بامزه، خجالت بکشید بابا، جمعش کنید بره. فرها هرچی میگید برو میشنید. ببخشید مامان جون، هرچی شما بگیم باشه، عروسی هم نمیگیریم. یعنی شما موافقین؟ بله مامان من موافقم. چی شد؟ هیچی نیست، نگران نشین. حالا که همه چیزا رو گفتیم بذار اینم براتون بگم، یاور قشیه، گاهی موقع قش میکنه، حالا 5 دقیقه دیگه خودش به هوش میاد، هیچ نگران نشید. چه جوان سالم و بی عیب و نقص باشه. بفهمین دهن شیرین کنی. متشکرم. البته نصرت خان من تو زندگی بچم هیچ دخالتی ندارم، هیچ کاری هم باشونه. الانم بهتره که ما از اتاق بریم بیرون، شاید این دوتا جوان بخوان یه چیزایی به هم بگن که روشون نشه جلوی ما بگن. خب که مرده که چی میخواد بگه دیگه. ولی مامان اگر اشکالی نداره من فقط میخوام با شما صحبت کنم. اشکالی نداره عزیزم. نصرت خان اگه ممکنه. فهمیدم، یعنی شما تشریف ببرید. من باید برم. بابا من میگم دارم تو باز اینجا نشستی، برو بیرون، ما دوتا میخواییم با هم صحبت کنیم. برو بیرون. بگو عزیزم. چیزی میخوای بگی؟
چیزی میخوای بگی؟ میدونین من خیلی کوچیک بودم که مامانم از دست دادم، یعنی هیچ یادم نمیاد. همیشه با خودم میگفتم که مامانا هیچ وقت بچه هاشون رو تنها نمیذارن. مامان. بله عزیزم. شما که ناراحت نمیشین بهتون بگم مامان؟ نه مامان. ولی اگه به مامی بگی بیشتر به گوشم آشناس. مامی؟ آره مامی. خوبه؟ خوبه مامی. وای مامی، واقعا که خدا شما رو بر من فرستاده مامان. کلتو وردار از اونجا بذار اینجا. آخه اینجا من راحت نیستم. آخرش این میره تو چشت. یه کاری دست مومیدیا. چی وقت زدی من نگاه میکنی؟ ناراحتی؟ پاشو برو اونجا بشی. پاشو. ببخشید من اصلا حواسم نبود مامان. مامی. مامی. ببین خود چی کار میکنه؟ کلید همه قفلاست. بله کاملا درست. چی آقا؟ آقای محترم اگه فکر کردی خواهر من به خاطر پولت میخواد باهات ازدواج کنه کور خوندی. راستش من همش فکر میکردم که به خاطر پوله، ولی الان احساس میکنم که یک مقداری علاقه به وجود اومده. آها. البته من هیچ اعتقادی به علاقه قبل از ازدواج ندارم. همینم میخواستم خدمت رو عرض کنم. این زمانی بازم ای بابا یاد نمیزن فکت بالا بیاد. آقای محترم ما اگر بذاریم این وسط صورت بگیره مرد نیستیم، فهمیدی؟ تو که خیلی کوچیکی، بزرگتر از تو هم بیاد هیچ کاری نمیتونه بکنه. مهم اینه که اصل کاری پسندیده. ببین من یه عمو فرامرز دارم، از دیروز تا حالا کردیمش تو اتاق، در روش قفل کردیم. اگه در رو باز کنم میاد همچی میفته که تیک بزرگت گوشته. حالا ببین به اونم بگو بیا. باشه میگیم بیاد الان. درست بشین. این چه طرز نشستنه؟ من عادت دارم اینجوری بشینم. صداتو نیاورم فر بالا پات من از ببینم. فکر کردی کی هستی تو؟ درست صحبت کن. با بزرگتر اینجوری صحبت نمی‌کنن. صداتو بیار پایین، فهمیدی؟ گل چهره خانم، گل چهره خانم، گل چهره خانم، گل چهره خانم. آروم جانم. گل چهره. آروم باش، آروم باش، صداتو بیار پایین. گل چهره خانم تو اتاق پذیرایی صداتو میشنوه ناراحت میشه. نصرت خانم مریضه، صداتو بیار پایین. چای بخور جانم، چای بخور. بخور. چی شد؟ دست شو. برو جانم، برو اونجا. برو کله پسر. برو. کمک خاصی بهم بگو، کمکت میکنم. برو. زمنان ماشینش هم پنچر کردم. چایش ها؟ چای نبود. جون فقط یه سال با شما بعد بلند میشه میره تو با اون پسر لندوی رو تنها میده. بدبخت میشه چکام کنه؟ اولا درست حرف بزن بدبخت نمیشم، دومم که نمیره به خاطر اینکه گفت اگه ازدواج کنه همینجا میمونم. اگه هم بره کوتاه هم میره برمیگرده. فرانسش حتمیه به من گفته. خب میره برمیگرده، اینش دخترش دیگه، میره برمیگرده. برای من همین فقط مهم ببینم. اصلا نگاه کنم بدبخت میشی یا یه بار بدبخت شد دیگه حرف ما رو گوش نکرد. حالا تو هی بگو بدبخت شد جوری حرف نزن. باید نزار دوبار بشه، این به سرانجام نمیرسه. ببین فرا مجبور من از این پسر مهم نیستش، ولی من فقط مامانش مهمه که شای ماما گل نساز. همین بر من کافی هم که میبینمش آرامش میگیرم. خیلی خوبه دیگه. این فقط شبیه خانم صادقی چیزی خوبه دیگه. ولی خانم صادقی اصلا
ارتباط در نه اخلاقش کجاست؟ چه؟ خانم ساجدی بفرمید. سلام. سلام. بفرمید بنشین. البته میبخشید ما جای نشستن نداریم اونطوری. خب من رفتم با اجازت. آقا میکایی بعد یه دقیقه صبر کن. چه؟ ببین این پولو بگی خواهش میکنم، مواظب ماشین باش که بچه ها پنچرش نکنه، اون دفعه پنچر کرده بوده. خانم ساجدی این خونه خیلی گله گشاده ها، خیلی بچه ها از هر گوشه که دار ممکنه بیان دوباره ممکنه پنچرش کنن. من که خب یه دقیقه صبر کن. چه؟ خب حالا اینو بگیری که دیگه پنچرش نمی کنن که اینو؟ آره البته این که یه گوشه نداره بر نمی دونن. خب حالا به بزرگی خودت بچه ها خیلی شیطونن ها، ممکن دوباره پنچرش کنن، من دیگه نمی دونم. بس دیگه برو بله. خیلی خوب باشه رفتم. حالتون خوبه؟ من خوبم، شما چطوری؟ خوبم من البته خواهش کردم تشریف بیارین اینجا، من البته یه گفتین حالتون خوبه دیگه. من خوبم ولی مثل این که شما نه من خوبه. من یه مشکل این است که والا میکایل دو تا چایی بیار. اینجور موقعی که احساساتی میشم میخوام یک مشکل بزرگ، یه مشکل که نه یعنی یه چیز قلبی احساسی بگم، حواس چایی پس قرار دارم گفتین حالتون خوبه. خوبه دیگه نه؟ بله. چی؟ آخه آقا جون من، عزیز من، این راش نیست، به خدا این راش نیست. تو میخوای راه به من نشون بدی قبرسی؟ اونم قبول کرد آقا جون. نه بله قبول کرد. آخ آقا جون ببین من نفهمیدم، عمه گلچهره میخواست با اون از آها الان شما با اون از با اون خودمون که نمیشه با مامانش مبارک بشه. عجب شیر تو شیری شد. برای خودشون میبرن و میدوزن. بابا یه مشورتی هم با ما بکنین، ما هم آدمیم آخه اینجا. خب آقا جون اگه آدم بودی که مشورت میکردن دیگه. درم تو بفهم، خواهرتون گلچهره به خاطر مادرش داشت با این لنده‌ها رو عروسی میکرد، حالا من دارم این فداکاری رو میکنم. من برم آقا جون. خب مبارک. آها آها خوبه؟ ها بیشتر میکردی. من آدم نیستم؟ ها؟ من نگفتم که شما آدم نیستی، میگه گفتم اگر آدم نیست آدم بودی مشورت میکرد. آها خب دست در نکنه. خب برو صورت تو بشور. حقم داری. خب برو بشور صورت تو. بشور من هم بهم خور. برو نمیشه بخوریم غذا. برو دیگه برو. من دیگه این غذا نمیخورم، عوض کن. برو. نصرت خان از این حسن انتخابتون بسیار متشکرم. از روزی که من پامو گذاشتم تو این خونه متوجه شدم اینجا با جاهای دیگه خیلی فرق داره. راستی نگفتین اینجا چند هزار متره؟ مامان زهر مار دست از تو دهنت دارار. چرا همه چی با هم قاطی میکنید؟ نصرت خان اجازه بدید
مسئله ای رو که شروع کردیم تمومش بکنیم، بعد بریم سر موضوع دیگه. ببخشید خانم ساجدی، مثل این که شون خالشون دگرگون شده، خوب نیست ها؟ شما نگران نگی، مگه من به تو نگفتم که دو دقیقه دندون رو جگر بذار اگه تونستی؟ نصرت خان ببینی، یه رسم و رسوماتیه که یه نفر موقعی که میخواد عروسی بکنه یه خونه یه ملکی چیزی باید پشت قباله عروس خانم بدازه دیگه. خلاصه رسم دیگه، دهن مردمه که نمیشه بس، که خودتون که بهتر میدونی. حالا چشم، من حرفی ندارم، این ملکو میندازم پشت قباله، ولی سه دنگشو، برای اینکه سه دنگش مال بچه هاست. هرچی خودتون صلاح میدونین همون کارو بکنین. وای آقا جون، مامان مبارکه. چی چی؟ برای خودتون میبرین و میدوزین. بابا اول من آمدم کاسگاری گلچهره، اگر نوبت جمع باشه اول نوبت ماست. اجازه بدین، اجازه بدین، آدم که رو حرف پدر مادرش حرف نمیزنه که. اجازه بدین اول ببینیم این قضیه چی میشه، تموم که شد اگر نوبتی موند نوبت سرکاره. گلچهره شما یه چیزی بگید. یه لحظه اجازه بدین، من فکر کنم اگر مامان جون قسمت آقا جون بشه، اون وقت ما که نمیتونیم با هم ازدواج کنیم چون برادر خونده میشی. میتونی؟ آفرین دخترم. ده مگه من میذارم مادرمو بگیری؟ بگی بشین یا بر چیزایی که به تو مربوطه خودتو بی خودی دخالت نده، دستم تو دهنت دراز. نصرت خان میدونین که این یه دنگ و سه دنگ و اینا همیشه باعث اختلاف و مجادله و اینجور چیزا میشه. شما هم که الحمدلله بچه هاتون از آب و گل در اومدن، باید برن سر خونه و زندگیشون. میدونین که زن آدم واسه آدم میمونه، غیر از اینه؟ وای مامان، دوباره مثل اون قدیما دوره هم جمع میشیم با هم زندگی میکنیم، من میشم دوباره اون گلچهره کوچیک عزیز دردونتون. وای خیلی خوب میشه آقا جون. معلومه عزیزم، تو گلی عزیز منی، تو که پیش ما زندگی میکنی، ولی اون برادرات دیگه ماشالله گنده شدن، باید برن سر خونه و زندگیشون. میدونی که چی میگم عزیزم؟ راستی چند هزار متر اینجا؟ خیلی خوب، راجع به مطلب بعدن صحبت میکنیم، دیگه فرمایشی نداریم؟ چرا فکر میکنم یه چی؟ شما دارید نامردی میکنید. من و گلچهره انتخاب خودمونو کرده بودیم، نمیذارم همه چی رو خراب کنید. با شما هستم آقا، آقا، آقا. چه خیلی؟ خوشی این آدم با پدرش اینطوریست بابت نمی کنه. من غلط می کنم پدر همچین لندوری باشم. یاور بیا این سویچو بگی پسرم، برو تو ماشین بشین، تا صدات نکردم نیا. یا تو داشبوردم شکلات هست، اگه خواستی میتونی بخوری. پاشو تا اون روی سگم بالا نیمده، پاشو دیگه. من نمیذارم کسی دل گلچهره رو بشکونه. شما هم بهتره پا تو از زندگی مادر من بکشی بیرون، وگرنه خودم میکشمت بیرون. برای من خط نشون میکشی؟ حالا که اینطور شد تا ننت نگیرم ول نمیکنم. حالا ده تا انگشت تو کوف کن. آقای ساجدی من ازتون خواهش میکنم همه چی رو خراب نکنین، خواهش میکنم. چشم. حالا اینطوری خیلی بهتر شد نصرت خان. آره میتونیم الان راجع به مهریه و اینطور چیزا صحبت کنیم. البته میدونیم من با این چیزا موافق نیستم، ولی خب میدونی که دهن مردم نمیشه بس. مردم این روزا عقلشون به چششونه. شما وقتی به پسر خودت رحم نمی کنی چی میخوای به سر بچه های من بیاری؟ فکر کردی نصرت خان تا شیشتونگ اینجا رو به نام خودم نکنم ولکن معامله نیستم. شیشتونگ؟ بله. یه دونه
پاپاسی هم بهت نمیدم. فکر کردی؟ فکر کردی؟ چی دارم به من؟ بفرمان میرون بفرمان میرون بفرمان میرون نوست خان، نوست خان، خوب خوابیدی یا نوست خان؟ سلام خانم سجدی. چی؟ باز داری خواب میبینی؟ من گلنسا زنتم، خانم ساجدی دیگه کیه؟ نصف شب خواب میپرین خواب آدم نمیشناسه دیگه، آدم اشتباه میکنه. منظورم این چسبه است، باز چه دست گلی به آب دادی؟ ها اینه میگی. امروز یه درگیری مختصری تو خونه بود، یه دونه استکان پرت شد گوشه نلبکی گرفت اینجا یه ریزه. مختصر درگیری سری چی؟ خانم ساجد چیزه، اصلا بگذاریم بلشو. حال خود خوبه؟ بگم تلت چایی بیاره. راست میشه نمیخوای ببینم یه میگم الان به خودم بگم. ببین بین بچه ها اختلاف افتاده بود، دعواشون شد، منم اتاق معمول باید برم آشتی بدم دیگه، رفتم وسط، خیلی درگیری بود. خب فهمیدن که دیگه راست شدیم. خیلی هم میگم فرهاد امرو میره باشگاه، میدونی که پینگ پونگ دوست داره، با یکی بچه ها اینسان پینگ پونگ بازی میکنن، اختلاف شروع میشه، بزن میگیره بالا، از باشگاه میان بیرون، همینطور کشیده میشه تا میان خونه. خونه سال من میخوام حل کنم، هیچ کدوم قبول نمیکنن تقصیری کی بود. گفتیم شاهد کی بوده؟ گفتن خانم ساجدی. خانم ساجدی فلسطین بیارن. خانم ساجدی گفت تو من چرا بیام بی خودی و اینا. من گفتم نه حتما خانم ساجدی باید بیاد. خانم ساجدی رو دو سه نفر فرستادیم خانم ساجدی بیارن که خانم ساجدی که بیاد مثلا بگه که خانم ساجدی عکس قشنگه نه، خاطره داره، قابش از سربه نه. آره آخ حالا بسه های بنزین بدون سرب هست، اما قاب بدون سرب نیست. فرا تا این قابا رو همه رو نکه سربیه بعد چوبیش کن. من فکر کنم آقا جون شما اگه یه اینجوری جاخالی میدادی این میخورد به دیوار. امون نداد داشتم باش حرف میزدم یهو دیدم قاب تو پیشونی. نه آقا جون سرعتی اینجوری میکردی میخوردی میدونم بعد میخندیدی بهش. داشت حرف میزد گفت این قاب، گفتم عکس قشنگی گفت باره، گفت این قاب سربیه. درسته. من پرسیدم برای خودم که این یعنی چی، رفتم تو فکر گفتم آره سربیه دیگه نفهمیدم. ولی با یه اینجوری به دخل آقا جون. بابا میگم قابل گیرم گره، میگه میشه نه دیگه، به خدا میشد دیگه. میگم داشتم باش حرف میزدم یهو چی شد الان؟ چطور جلوشو نگرفتی؟ به همین طریقا بگیرم گرد دیگه. وای خلاصش فراد جون، زنداری و نداری هر دوش درد سره. من بیچاره نه اون وقتاش فهمیدم چی کارم نه الان. آقا جون بعد حواستون جمع می بود، بعضی از این زنها زرنگم بو می کشن. یا مرگ تو، من دو دفعه دهنم در رفوفتم خانم ساجدی، اونم یه جوری نگفتم مشکو باشه، اون فهمید زرنگه. اون وقتاش هم توی موضوع زرنگ بود. چی بگم، مردم زنشون زنده است کتک نمیخورن، من بدبخت. باز میگه جاهلی. آخ آخ آخ
آقا سلام. سلام. من که دیگه پاش قاطی کردن نمیدونم خوابم یا بیدار. چی شده باز شلوغش کردی؟ بابا حبیب خانم زن اول تو مادر. حبیب خانم زن اول تو مادر آقا فرهاد اومده دم در میگه گلچهره خانم رو میخواد برای پسرش خواستگاری کنه. مامان حبیبه. مامان حبیبه. مامان!